اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری. ای خواهر قیامت من، دیدی که انتقام تو را آن بانوی جزایری خسته از تمامی آنها گرفت که می گفتند در گیسوان تو در پیچ و تاب این شب مواج گویا شیطانکی است که می لرزاند مردانگی کاذب آنها را. دیدی که در شکوه المپیک تنها و بی حجاب بی ترس از اسید بر ابر قهرمانی پرواز کرده بود. دیدی که خواهرت در پیچ و تاب آن همه فریاد زیباترین برهنه تاریخ بود، پرحشمت و غریب. در زانوی شکوه غم تو آتش گرفته بود، انگار دردهای تو را ای خواهر قیامت من آواز کرده بود. او مثل یک کبوتر رو سوی ابر داشت، آنجا که کرکسان مذکر با سینه سیاه‌تر از شب چنگال قهرشان را بر سنگواره‌های تهجر تیز می‌کنند. آنجا پرنده‌های مؤنث اما یک چشم نور را بر پیکر عزیز زنی پیروز سرریز میکنه. اینک زیباترین پریچه تاریخ با پای قهرمانش بر روی شیشه شب تصویر میکنه سودای صبح آزادی را، فردای آتش افروزی را، سودای صبح پیروزی را، فردای آتش افروزی را. ایرزا نوریزاده، 12 اکتبر، 19 مهر ماه به شما سلام میکنم. این شعر رو من در اوت 92 گفتم، روزی که خانم بلمرقه دونده الجزائری در المپیک قهرمان شد و آخوندهای کشورشون و آخوندهای جهان اسلام آقا لخت با شلوار کوتاه زن ناموس اسلام به باد. این شعر رو روز گفتم به یاد شما بانوان و بانوان وطنم، دخترانم، خواهرانم، مادران، همه شما عزیزان، به یاد شما گفتم و حالا دارم صبح پیروزی رو میبینم. یه نکته رو بگذارید براتون بگم. این سید علی آقا قبل از اینکه رهبر بشه، همسرشون بسیار بانوی متجددی بود در میان زنهای آخونده، مثل خانم رفسنجانی، مثل خانم خمینی، بیرون میمد، معاشرت میکرد، نشست و برخاست داشت. بارها خانم ایشون در این ورانور مهمانی همه جا در دوران مشکلات شوهر به ادارات سر میزد، در زندان احترام بهش میذاشتن، میرفت شوهرش رو ببینه. روزی که این آقا مقام گرفت و جمهوری ولایت فرمان بود، خانم رو کرد تو کیسته، درش رو بس گذاشت تو خونه. این فکر این هاست. اگر ایشون هنوز روز خون بود من برمیرفت، مطمئن باشین خانم خوجستم، دخترانش، همه زنان امروزی بودن، دخترانش هم لابد یه روسری مثلا سرشون میکردن. ولی این بساطه، میخوام بگم این رو تزویره، چون نیکبنگری همه تزویر میکنن، همشون حمالایی هستن که آدم یه حرفای از اژه‌ای شنیدم
شما گوش بدید حرفای اجهی رو لطفاً، بعد میام سر تظاهرات. اعلام آمادگی میکنم به همه جریان‌ها، به همه گروه‌ها، به همه جناح‌های سیاسی، به همه دستجات، حتی اگر افراد از مردم ابهامی، سؤالی، چیزی، اعتراضی، انتقادی، اعتراض آتش زدن قرآن نیست، آتش زدن پرچم نیست، سوزوندن اموال مردم نیست، کشتن مردم نیست، کشته سازی نیست، اعتراض دارن، انتقاد دارن، سؤال دارن، ابهام دارن، این اعلام آمادگی رو میکنم که در خدمت اونها باشم و با اونها گفتگو داشته باشم و مسائلی که در وسع من هستش و امکانش هستش با اونها بنشینیم یا به نحو دیگری بالاخره این مسائل گفتگو بشه، صحبت بشه، که اگر واقعا انتقاد هست، اگر واقعا اعتراض هست، قطعا ما هم میپذیریم انتقاد و اعتراضی باشه، میپذیریم، اگر جایی هم لازم باشه اشتباهی کردیم، اشتباه خودمون رو اصلاح کنیم، حتما میپذیریم، اصلاح میکنیم، اگر ضعفی باشه اون رو برطرف میکنیم و از این اصلاح و احیانا مسئله هم که فرض کنید باید ضعفی هستش مرتفع بشه، هیچ ابایی نداریم. مردک 43 سال گفتن و فریاد زدن اصلاح نکردی، الان که داری به زباله‌دانی تاریخ میری، الان به فکر اصلاحی؟ به فکر اصلاحی اونجا بچه های مردم رو میزنن و میکشن، تو به فکر اصلاحی؟ تو خودت ام الفسادی، افسد الفاسدینی، دزد بزرگی که بر قوه قضاییه نشستی، جنایتکار و قاتلی. اون شورای عالی قضایی بود، خجالت آور. وقتی دارم فکر میکنم، وقتی به دیوان کشور فکر میکنم، خدایا چه کسانی توشون بودن، چه شخصیت های دکتر نصیری، ابوالحسن ورزی، وجدانی ها، آدم های برجسته و بزرگ کیا بوده، امین، دکتر پرتو، ای داده بیدن. اون وقت یه دزد آدمکش اومده به شما میگه بیاین پیش من، من حرفا دروغ بگم. به تو فریاد مردم برای برکندن تو از جاته، باور نمیکنی؟ بیا با هم دیگه بریم، اول یه سری به تهران بزن. حالا میریم جنوب، میریم کازرو، شهر بزرگ تو مشروطه چه انسانای برجسته ازش بیرون اومد، میریم کازرو نگاه کن، محسنی اژه‌ای بالاخره کازرونی ها هم ریختن بیرون. اونجا ماشین پلیس ایستاده، ول پلیس هاش فرار کردن رفتن، همش مردم گرفتن دست، دیگه وقتشه. خیلی حالا بریم مردش که خود بالاتر. Let's go, baby!
در کجا اینجا قرآن آتیش زدن؟ برای چه قرآن را چیش بزن؟ قرآن شما آتیش زدی. داستان جنگی جمعه میری قرآن بر سر نیزه زدن. معاویه گفت قرآن بزنی سر نیزه مردم ملاحظه کنن. خب زدن. حالا معاویه از سید علی اون میگه که قرآن رو سوزوندن. کی قرآن سوزوند؟ مردم دعوا با قرآن ندارن، دعوا با دکوندارانی دارن که قرآن رو وسیله سرکوب کردن. ولی قرآن قبلا نبود، کس کار ند. مسافرت میره وزیرش رد میشد، شب عید بر میداشت میبوسید یا مقلب القلوب بخود، دعوایی هم باش نداشت، به محتواش هم کاری نداشت، به زبان عربی بود. خب یه دوتا آیه توی مدرسه یاد میگه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینا رو یاد میگه، حفظ میکرد. دعوایی باش نداشتیم، حتی با آخونده هم دعوا نداشتیم. اونا کار خودشون میکرد، ما کار خودمون. مملکت قانون و نظم داشت. در زمان شاه به هیچ نوع کس چیزایی که میگن مقدسات توهین نمیشد. به شما مرتیکه های عمامه به سرم توهین نمیشد. شما آدم کشای وقیه دوست، از سرورتون تا نوکرتون همه تون یکی هستید. کجا شدن مراجع؟ آقای سیستانی زبون تو موش خورد، فقط شما نشستی اونجا که پولا رو بیارن بذاری از کویت و بحرین و عربستان زیر توشک آقازاده محمد رضا خان وردار خرج کنه، پول بدی به موش طلبه بیاره. آقای حسین صادق روحانی کجایی؟ مرجع عراقی کربلایی ها شدی؟ وطن یادت رفت؟ دنبال اسم شیرازی اگه برادرت بود الان پوست اینا رو میکن. آقای شوبر زنجانی، یه وقت دیگه هم یه زنجانی دیگه داشتیم، اسد ابراهیم، شیخ فضل‌الله نوری رو محاکمه و اعدام کرد. آقای شوبر زنجانی، نوری همدانی و ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی و این حمالا رو، احمد خواهی، اینا حمالن، اینا اصلا حمالن، حمالت الحطب. جناب آقای وحید خراسانی هم هنوز در عزای عکس حضرت عباس هن. یادشون رفته که اینا نون این مردم رو خوردن، پول این بچه ها رو گرفتن تو بازار، که الان فرزندان اونا علیه شما بلند شدن. یه وقت حاجمانیان بود، لباسچی بود، دستمالچی بود، اینا بودن، مهدیان بودن، اینا آمدن جیب شما رو پر میکردن. امروز بچه هاشون با ملتن، از اون حجره دیگه پول تو جیب شما نمیاد، چون دیگه مرجعیتی نمونده. مرجعیت معنا نداره. کدوم مرجعیت؟ مرجعیت که آخوندش محسنی اژه‌ای باشه، احمد خاتمی باشه، اینا باشن، احمد جنتی باشه، این ازگلای بیریخته که متنفرم از همشون. بریم پتروشیمی رو بهت نشون بدم. آقای محسنی اژه‌ای، نگاه کن. بسته شدن راه از سلویه پتروشیمی بوشهر 18/7/1401 ساعت 7 صبح. مسدود کردن راه به دست کارگران غیور ایلا وقتیاری. و حالا برم به سنندج داغدار، شهر دلاوران مرد و زن، شهر بزرگان ایران زمین. نگاه کن.
دوران پروان دوران آدم کشا رو میبینی محسن یه جایی تو میخوای به حرف مردم گوش بدی حالا ببرمت شیراز شیرازم بریم بد نیست ببینی یه مزدور بود دیدیش نوبت تو هم میرسه میبینم اون رو دیگه ریشتو دونه دونه میکنن وقت ما به مردم میگیم آرام باشید بگذارید دزمون توتوی ما بیاد و به این موضوع رسیدگی بکنه دکتر لاهیجی ازت خبر ندارم کجایی این روزا دلم میخواست میدیدمت چون فکر میکردم یه شورایی که تو نرگس محمدی دکتر عبادی شماها باشید که به عنوان دزمون توتوهای ایران به جرائم اینها گوش بدید و تصمیم بگید سری به تبریزم بزنیم شهر ستارخان بوق کفایت نمیکنه حضور برای توی دهن محسن اژه‌ای زدن بچه های ستارخان و باقرخان بچه های علی موسی و بچه های درموغلی کجایی؟ منتظرم دیدیم با تالشی ها صحبت کردم غرور آفرین شهیدم دادن اومدن هنوزم تو خیابونن تبریزی ها ترک های عزیزم آذرآبادگانی ها ارومیه ها نامتونو پسر علیوف مصادره کرده نه اونجا سرانجام به سرزمین مادری خواهد پیوست مطمئن باشید به هر حال دیدید اینا رو و به نظر من واقعا تأمل داره که آدم اینا رو نگاه کنه خانم سباقی دو سه سال پیش فهم گارم عضو انجمن شهر یه روز در جلسه حرفای زد دو تا بچه شهید داده شوهرش هم شهید یه زن جوان بود شوهرش رفته دو تا بچهش هم رفته به جان آمده بود برای همین هم دیگه محرومش کرده نگاه کنید گوش بدید برم بسم الله الرحمن الرحیم من سباقچی هستم بله مدت متشکرم مدت 20 ساله که من در شورایاری خدمت میکنم افتخاری ماشینم بنزینش رانندشم خودم همش در خودم بودم و در اختیار شورایاری بودم من اگر اجازه بدید مشکلات مردم رو بگم چون من سرمایه گذاری جانی توی مملکت کردم و دوست دارم مشکلات مردم رو در میون بذارم مسئولین عزیز ما خیلی مملکت داری قشنگی کردم که واقعا قابل تحسین ما راه پیمایی کردیم که شاه بره دینمون درست بشه جوانامون راحت زندگی کنه متاسفانه دینمون که خراب شد هیچ فساد جامعه رو گرفت هیچ دزدامون زیاد شد هیچ بچه های جوانمون که آقای علمی هم میدونه دو تا پسر 20 سال هم شهید شده و همسرم شهید شده ببینین من بچه هامو با دست خودم بردم زیر خاک نشوندم که این جوان راحت زندگی کنه متاسفانه ما از هر دو تاش عقب موندیم از دین عقب موندیم از زندگی برای جوانامون عقب موندیم من الان خودم دو تا بچه دیگه دارم دو تاشونم بیکارم کاری ندارم گرانی به قدری زیاده خانم امانی شاید شما گرانی رو ندونید چون ناظر خرید براتون میخره میاره آشپز میپزه شما میخورید ولی مردم بیچاره ببینید مثلا شهید من وقتی که رفت گفتم محسن نرو مهدی رفته شهید شده کافیه گفت مادر من وظیفه‌م باید برم من میرم که جوونا بعد از من راحت زندگی کنن آیا جوونی هست که راحت زندگی کنه مگر رابطه ای باشه پدرش یه جایی کار بکنه تو وزیری وکیلی جایی باشه رابطه ای ببرش وگرنه محاله دختران موندن خونه جهیزیه نداره مرتب میرن درس میخونن پسران موندن خونه فوق لیسانس و دکتر یکیش داماد خودم دکترا داره
کار الان نداره. من عکس سه تا بچه‌مو دو بچه‌مو همسرمو گذاشتم اونجا. شب که میخوام بخوابم میگم مهدی، محسن، حاج آقا چند نفر امروز نون نداشتن؟ چند نفر امروز غذا نداشتن؟ چند نفر امروز شرمنده بچه‌هاشون بودن؟ اگر انسان با شرفی هم پیدا شه و حرفی بزنه، سرنوشت ایشون نصیبش میشه. خانم سباخ، اینا چیزایی است که ما در سرزمینمون هر روز شاهدش هست. مردم حق دارن از خودشون دفاع کنن. من به هیچ وجه موافق نیستم که نبرد مسلحانه، این حرفایی که مجاهدین 40 سال میزدن، عاقبتشون هم به تیرانا تو اردوگاه مرگ مریم خانم ختم شد. و چقدر متاسفم، نکنید، بگذارید برای خودتون لعنت ابدی نخرید. شما در این جنبش سهمی ندارید، سهم خواهی نکنید، دست بردار. خانم رجوی دارید پیر میشید، دست بردار دیگه. مریم مهرتابان اگه روزی رفت، اینقدر شجاعت و شهامت رضا پهلوی رو داشته باش، وارث تاج و تخت. میگه من به عنوان رضا پهلوی به وطنم میرم، مردم برای من وظیفه‌مو تعیین میکنن. تو هم همینجور. رئیس جمهوری مقاومت، با شوخی رو بذار کنار، فقط شما دارید برای رژیم کار میکنید، فقط فقط برای رژیم کار میکنید با پریدن وسط میدون، چون مردم شما رو نمیخوان. شما لولویید که رژیم با اون مردمو میترسونه. قرآن آتیش زدم، چرا اونایی که معتقدن بترسونه. منافقین میان ایران سوریه میشه. این بچه های بیچاره رو که امروز 60 سال 65 سال 70 سال سنشونه، رها کنید بذارید خودشون انتخاب بکنن. تو تیرانا بردین، تو قلعه کردین این بیچاره ها رو. خدا لعنت کنه اون بنیانگذارتون رو که مرحوم رجبی. واقعا لعنتی که بر خمینی میکنم و خامنه ای بر او هم میکنم، چون همه در یه سطح هم. همه اون همه که رژیم کش، شما به کشتن دادید. لب و فروش رو کشتید که رژیم وحشیگری اجهی بیاد 50 تاتون رو بکشه، رئیسی بیاد 100 تاتون رو بکشه، جوانای دست گل، دختر و پسر. یکان ویژرم بد نیست، بریم نگاه بکنیم از سرکوب تا عمل. درود بر مردم. دیدین وقتی افتاد در خون بود، اومدن جلوی بقیه رو گرفتن که خشمشون رو خالی نکنن و برسوننشون به رفقاش، ببرنش بیمارستان. نگاه کنید، یاد بگیرید. اون وقت شما نیمه شب برید خونه یک کرد، تعرض به همسرش میکنید، او رو میبرید و اون کرد رو در فریاد میگذارید. خجالت بکش سید علی، خجالت بکش، واقعا خجالت بکش. یه اسرائیلی، یه هنرمند، یه کنشگر در حمایت از مردم ایران یه پیامی داده، اینم گوش بدیم. بعد دو تا پیام خیلی مهم دارم برات. While the Iranian people are fighting for regime change, the Iran regime lobby in the US, NIAC, is busy trying to reclaim the narrative, making it one of reform and not regime change. But the Iranian people aren't calling for reform, they're calling for regime change. NIAC isn't just a group which advocates for US-Iran relations. They're an active body of the Iranian regime. Now their activists are trying to twist the protests into an issue of forced hijab or of economic stressors. Anything to avoid admitting the reality. The people are saying no to the Islamic regime. Their main talking point is that the West should make an Iran deal and lift sanctions, as if that's what's causing the protests. NIAC founder Trita Parsi and NIAC activists such as Nigar Mortazavi and Eli Giranmaya of the European Council on Foreign Relations, as well as Hoda Kotebi, a hijabi fashion influencer, have all called for sanction relief. Of course, NIAC wouldn't be an Iran regime lobby without hating Israel and being anti-Semitic.
In addition to running ads accusing U.S. officials of working in the service of Israel, they also donated to the campaigns of Rashida Tlaib and Ilhan Omar, two of the most anti-Semitic members of Congress ever. Omar even received an award from them. Now, while sanctions have made life harder for Iranians, if sanctions are removed with the Islamic regime still in power, none of that money will go to the Iranian people. It will end up in Syria, Yemen, or Gaza in the hands of terrorists, or maybe in the pockets of regime leaders. And that is the real reason NAIC and its activists are lobbying for sanction relief so aggressively. NAIC reformists want to preserve the Islamic regime at any cost, but the regime cannot be reformed. The problem isn't economics or forced hijab, it's lack of free speech, free expression, free press, lack of due process, torture, corruption, funding of global terrorism, gender apartheid, and more. That's why rich, poor, young, old, men and women are all protesting in the streets of Iran with one common goal, an end to the Islam. آنچه را که میخوام اضافه کنم به حرفای این بانوی اسرائیلی که نایاک اصلاح طلب نیست. نایاک نوکر سید علی خامنه‌ای. این آقای تریتا پارسی رفت ایران، گاراژای باباش رو پس گرفت. خونه پدری رو پس گرفت. و اینجور داره برای اینا بدون داریه زدن داره میرخصه اینجور. رعیف اینا ردیفن، اون شیرین خانم و اون یکی و اون یکی و همشون دار و دسته همه یکی هستن. وسط این گیرودار اول بذارید دکتر شفیع کتکنی عزیزم تولد مبارک به این شاعر و ادیب و فرهیخته بزرگ بگم. یه شعری دکتر کتکنی گفته، اون با اون زبان فاخر و زبان خراسانی و زبان مؤدب، ببینید چی گفت: گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. نی اصلتان به قاعده، نی نسلتان درست، دانسته نی سلسله انتصابتان. جز این حقیقتی که یکی ابر جادویی آورد و برنشاند بر این خاک و آبتون. درود بر دکتر شفیع، یکی از زیباترین شعرهات بود که من خوندم. امیدوارم سالیان سال باشی روز آزادی ایران رو با هم ببینیم و بر مزار دوست نازنینت و پدر من، مثل پدرم بود دکتر احمد مهدوی دامغانی، بریم و دست گلی بگذاریم. حضورتون عرض کنم که یک بلوچ ایرانی به پیام میداد، خیلی قشنگه. اینا برای اینکه میگه اینا تجزیه طلب و گوش بده. بلوچستان مال ایرانه، بلوچستان جگر گوشه ایران، بلوچستان فرزند ایران، بلوچستان مال ایران، بل ایران جدا نمیشه. این بلوچمون بود. حالا این دوستان عرب ما خوزستانی ها میگفتن آقا چرا در موقعی که ما تظاهرات کردیم اینا نیومدن؟ بعد معلوم شد قصه جور دیگری است. بعضی از این رؤسای قبایل از اینکه جنبش ضد حجاب اجباری را افتاد ناراحتن، چون اونا به حجاب معتقدن. البته حجابشون هم مختلفه، یه حجاب خاص خودشون داره. برادر من، کس خاص حجاب رو برداره؟ حجاب اجباری یعنی زن آزاد باشه. شما در خوزستان سنتت میگه بانوت حجاب داره حتما، ولی آزادی نمیخوای؟ بگذار از زبان یک زن عرب ایرانی خلص براتون به زبان عربی پیامی بدم، گوش بدید. ما نطلع بهاي المظاهرات ليش؟ لانها ثوره الحجاب. طيب خليك معي دقيقه خلينا نتفاهم. انت اللي تدعي تهمك المرأة وتظن ان كرامة المرأة هو بفرض ارتداء الحجاب وتتحجج بهذه الامور. هل يجوز تظل ساكت من تشوف مرأة أحوازية لا محجبة لابسة شيلتها وعبايتها ولو تجدي لو تلقط بالزباين؟ هل تظل على هذا موقفك؟ ما شاء الله على هذا التدبير. بعدين ياوي يقول هاي الثورة ضد الحجاب وقاموا بيها هم بس الفرس. هاي الثورة شارك بها الأكراد والبلوش والآذريين وغيرهم، بس احنا مو عرب وكل شيء ما يضبطنا بإيران. ذا كل همه لهم، لغتهم الخاصة، ثقافتهم الخاصة بهم،
وهم مثل إنه مضطهدين ومظلومين من قبل إيران. نزعوا يا الشعوب ولا تخلون هاي الرجة تنقطع. ولحد العب مخكم ويكلكم هي هاي ثورة الحجاب. هي ثورة وقايمة. ما لنا شغل هم على من يطالبون وش يردون، احنا خلينا نطالب بحقوقنا، بمياهنا، باراضينا، بنفطنا، بغازنا، بحريتنا، بكرامتنا، بكل شيء. من الثور الوحدنا ماكو نفع، لان الحكومه تركز بس علينا ويستخدمون كل قواهم ويغمعوننا بسرعه. هسه طالما الايران كله مخبوص وكل من يطالب بحقه والعالم يشاهد وداعم هاي الثوره فسكوتنا ما له معنى. يعني حتى زحمه علينا الناس الخاطر موضوع واحد خابصين العالم، واحنا ملايين الجرائم والظلم وساكتين. هالسكوتنا يعني راضين بهذا الظلم؟ اذا ما راضين خلينا نطالب ونرجع حقوقنا حتى تحلى الدنيا بعيوننا ونعيش حياة بمعنى الواقع. هو بس نفطنا يخلينا نعيش ملوك، هاي غير أراضي زراعية الخصبة، غير النفط، غير الغاز، غير موقعية الأحواز الاستراتيجية. يعني اللي يريد الخير لأهله ومستقبل زاهي لأطفاله ينهض ويطالب بحقه. درود بر تو، درود بر تو بانوی اهوازی عرب ایرانی من، بانوی خوزستان، بذار لقب تو بدم. درنگ کوتاهی میکنیم. دیروز یکی از شعرهای من که دیدید پور سیاوش خونده بود پخش کردیم. به من گفتن آقا بازم پخش کن. چشم، یه بار دیگه به خاطر شما پخش میکنم. سپاسگزارم. درود بر همه شما. رژیم یک بلبل‌هایی داره، بعضیاشون چرخندن، میچرخونن برای آقا که لذت ببره، مشاهده بلکه آقام آدم بوده دیگه یه وقتی، و برای بقیه خودشون چرخندن. یه عده‌شون نعلین میلیسن، کارشون نعلین لیسیه. بعضیاشون هم تحلیلگرن، میان تو تلویزیون تحلیل میکنن. یکیشون این الدنگ شالاتان رائفی پوره. من هر بار به این آدم گوش کردم عصبانی شدم، کنترل خودم نشم، عصبانی شدم به معنای واقعی کلم. شما ببینید این مردک دوریالی، این جنبش شور پرشور زیبای دختران و پسران میهنم رو چطور توصیف میکنه. گوش تشکیک روشن، این میخواد هیجاناتش رو تخلیه کنه. حالا یه اتفاق افتاده، ما تو اون نست مثلا اعتقادم کنار اون هیجانه داشتیم تو اصلا همینه. اون اعتقاد بر چه بستری باید بشینه؟ اصلا جهاد برای همینه. ورزشایی که توصیه شده ورزشای حوازی، ورزشایی که شما رو تخلیه میکنه. خب دو سالی نشسته تو کرونا، تو ایام کرونا تو خونه تکون نتونسته بخوره. بعد متاسفانه محرک های جنسی فراوان رفته تو این اینترنت، دسترسی به وی پی ان هم که الحمدلله بسیار ساده. خب نوجوان هایی که در معرض محرک های جنسی قرار گرفتن، حالا کف خیابون چه اتفاق افتاده؟ مسئله تخلیه هیجانات، این شلوغی ها در کنار مسئله زن، دقیقاً این دوتا به هم دیگه رسیدن. خب طبیعیه میاد وسط اینا. اینا واقعیت های ما. انسان چقدر باید وجدان رو دور ریخته باشه و بی وجدانی، بی شرافتی و بی وطنی رو بر تن پوشانده باشه و براندیشه. این رائفی پور هم جوانه، تو خیابون جوانا رو میبینه، اینا عقده جنسی دارن. شما در طول این تظاهرات یک بار منظری رو مشاهده کردید مثل شبای عاشورا تاسوعای اینا که دخترها با یه من آرایش و آقا با یه من موی فلان میان عشق بازی خیابانی بکنن؟ ولی شما اینجا دیدید عشق به وطن محرکه، نه این مزخرفاتی که تو مردک گفتی. عشق به وطن. یه نفر من گفت چند روز قبل در یه جایی بودیم، چند تا از این سران انصار حزب الله بودن، اما دار دسته حاج محتشم و اون مجله یال سارات رو میدن که خیلی هم خوشمزه بود مجله. میخندیدیم هر بار میومد. با
گفت اینا نشسته بودن تو سرشون میزدن، تو سرشون. گفتم آقا چی شده؟ آقا نصفی از این جوونا که تو خیابون دارن مرگ بر خامنه‌ای میگن بچه حزب اللهی خودمون بودن، جوانای حزب اللهی خودمون بودن که الان مرگ بر دارن میگن. جالبه دیگه، آدم این اقرار رو که میشنوه براش جذابیه. حالا آقای خامنه‌ای چندین بار از دهان پرشکر شکر بیرون ریختن و خوشمزگی کردن، مثلا درباره انتخابات قبل از انقلاب. گوش بدید تا من خدمتشون بگم. انتخابات نمایش محض بود، یک کسانی را دستگاه‌های قدرت در نظر می‌گرفتن، یه رقابت‌های بین خود اونها انجام می‌گرفت، با هم دیگه زد و خوردن می‌کردن، اما اون کسی که می‌خواستند بیارن توی مجلس بنشانن که مطیع باشد، سر به زیر باشد، منافع آنها را تأمین کند، حق مالی غاصبانه آنها را بدهد، او را می آوردن می شوندن توی مجلس. مردم هم برای خودشون می رفتن. خب خاصیت حکومت استبدادی اینه، اینا کشور را ملک خودشون می دانن، ملت را هم رعیت خودشون می دانن. چقدر انسان باید از وجدان دور شده باشه که این مجلس حمال‌ها رو با مجلس قبلی مقایسه کنه؟ تو مجلس علی اصغر مظهری بود، احمد بنی احمد بود، محسن پزشکپور بود و خیلی آدم با شرف آقایان بود تو مجلس. عبدالهادی خان سردفتر 47 تهران، مرحوم بهنیا بود دفتر 2 تهران، اینا آدم های حسابی بودن، با شخصیت بودن. در اون مجلس خیلی بزرگان بودن. وقتی تو مجلس خودت مقایسه میکنی، تو تحمل یه دکتر صادقی رو نداشتی، اله کولایی، دونه دونه بچه های اصلاح طلب، خوینی ها که چقدر زحمت کشید زندان های مخفی تو رو علنی کرد. اونو وقت جناب عالی الان بله مجلس مثلا واقعا انصاری هم تحملش نداشتیم. آقای خمینی هم در مورد شورش 57، در مورد فتنه 57 اظهار لحیه هایی کرده بودن که اونم بشنوید تو جوابشو بدم. ملت ما الان صداشون از بچه پوچتش تا پیرمردش صداشون در آمده، برای اینکه می‌بینن که مملکتشون دست می‌کنند، باید از بین می‌رد این مملکت، باید به فریاد این مملکت برسند. خوشتا دادیم ما بچه همون را، بزرگان را خوشتن در ایران. الان هم هر روز این بخات هست، الان هم در دانشگاه هم در روزنامه های اونجا من عزیزت شد در دانشگاه دیروز و حیده دیروز این مردک دروغ زن توصیف امروز رو اون سال میکرد. این مردک ضد ایرانی عمامه‌ای حرفای اون روز زده که امروز انعکاس رو در ایران می‌بینیم. پیر و جوان، خرد و کلان میگوین مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر استبداد، ما ولایت فقیه نمیخوایم، ما مشتبه رو بعد از سیدعلی نمیخوایم. داره مردم میگن دیگه، چی بگن؟ پیر و جوان تو دانشگاه هیچ وقت نه 80 نه 80 حتی شهید نشد کسی. دروغ زن، چقدر دروغ گفت. سر میدان جاله گفت 10,000 نفر رو کشتن، 88 به اندازه، البته یه نفر هم نباید کشته بشه، ولی به اندازه یه روز کشتار تو نبود، تو و جانشین بدتر از تو. واقعا افسوس میخورم. اما مردم باهوشن، مردم میدونن چی بگن. من با بچه های توانا واقعا سپاسگزارم
اکبر عزیزم و دوستانش فوق العاده کارهای قشنگی میکنه. اینا سلام فرمانده درست کرده بودن، خداحافظ فرمانده رو ببینید. شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده که اظهار ارادت به ولی امر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روح نافدا، و سلام به حضرت بقیت الله. ببینید مردم چه کار دارن میکنن، چه اظهار شوقی، چه همراهی، چه اظهار ارادتی. پیر، جوان، نوجوان، کودک، زن، مرد، همه در سرتاسر کشور، در تهران یک جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک جور، در شهرهای مختلف یک جور. این دلیل چیه؟ در بورکینافاسو یه جور، در غنا یه جور، در مالی یه جور. آره پولا رو دادی که بیام بگن سلام فرمانده. بعد جناب عالی میگفت امام زمان شما خودتو گشت بودی فرمانده کل قوا. یه وقت فرمانده کل قوا سرتیب رضاخان میرپنجه که بعد میشه پادشاه ایران و اون خدماتو میکنه، یه وقت فرمانده کل قوا سید علی خامنه ای. سپاسگزارم از 300 ارتشی، سپاسگزارم که ترک کردن محل خدمتشونو، سپاسگزارم از بچه های سپاه در خوزستان، از بچه های بسیج در خوزستان و در بختیاری که حاضر نشدن به روی هموطنانشون آتش بگشاین. سپاسگزارم از بچه های آمل، از سپاهیان و بسیجیانی که پشت کردن به نوکران سید علی آقا. آفرین بر شما، آفرین به اون فرماندهان ارتشی که حاضر نمیشن نیرو وارد کنن. البته آقای موسوی با 56 میلیون تومن حقوق و مواجب و دزدی ها و غیره باید هم از رژیم حمایت کنه، آقای کیومرث حیدری باید هم حمایت کنه، اینا نوکران سید علی آقا. ولی شما یک نظامی با شرف نمیبینید که از اینا حمایت کنه. سیاری نمیاد الان علیه مردم موضع بگیره، شهبازی نمیاد موضع بگیره، صالحی نمیاد علیه مردم موضع بگیره. این نفر گفت تو اینا رو میگه اسمشون رو میری فردا میرن بیخ خیرشون رو میگیرن فشار میارن به خانوادهشون. نه، اما تو این وسط حکایت آسد ابراهیم واقعا یک کمدیه، اصلا جوکه، یه تراجیک کمدیه. این سید ابراهیمو جایی راش نمیدن، میگه آقا منو راه نمیدی، من نماد پیشرفت و توسعه‌ام، من نماد توسعه‌ام، قبول ندارین پدرزنمو نگاه کنید، عیالمو نگاه کنید که به انگلیسی چه میگه. راستی نداریم اون نوار عیالشو، دم دست نیست، بگردی اگه پیدا کردید. عیال آقای رئیسی، نمیدونم شما جوونا ممکن اون وقت نیده باشین، یک انگلیسی صحبت کرد، بالاخره داشت زن پرزیدنت میشد دیگه، اون وقت زن رئیس قوه قضاییه بود، دختر آقای پیدا کردین؟ الان دارید بذارید؟ خب خواهش میکنم بذارید. All, excuse me for limited in speaking English speaking. ببخشید یه بار دیگه ممکنه بگین. And is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands. Families are busy. Families are busy with children's financial. Huh? Thank you for listening my paper presentation. حالا شوهر ایشون که زبان مرغی بلده، زبان زرگری هم شاید بلد باشه، چون بچه که بود حجره که میرفتن زرگری گوش میکردن تو بازار.
حالا ایشون اومده راجع به دلایل جنبش مردم برای شما توضیح میده. ببینید چقدر زیبا، چقدر با حکمت، چقدر روش تفکر کرده. گوش بده. علت العلل این اغتشاشات بر این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته و ما باید از پیشرفت نمونیم. معلوم میشه دشمن لطمه خورده از کار زیاد در کشور. باید ما دشمن رو ناامید کنیم. با چی ناامید کنیم؟ با کار بسیار و با گره گشایی از زندگی مردم. هرچی مردم احساس کنن گره از زندگیشون باز شده، امیدوارتر میشه. ببینید بلبل شده، آب زیر پوستش رفته، کاخ نیاوران خوابیده، کاخ شهری خوابیده، دفتر ریاست جمهوری، میز 48 نفره با میکروفون های الکترونیک، دو تا سفر رفته، رفته ازبکستان، رفته نمیدونم کنفرانس شانگهای، رفته پوتین، البته این سر میز پوتین، اون سر میز اون، اما بشار رو بغل میکنه. این آقا اومده میگه چون ما داریم پیشرفت میکنیم، به خصوص در این یه ساله که این حمال ریاست جمهوری وطن رو داره، دشمن این توطئه ها رو انداخته. پس گردن این نباید زد، نباید واقعا چهار تا پس گردنش زد. مردک نادان، این بچه ها، این دخترها، این جوونا، اینا به خاطر پیشرفت کشور دارن تظاهرات میکنن. آخه شرم کنین. شما آخوندها تا چه حد پر رو هستید؟ تا چه میزان پر رو هستید که به راحتی دروغ میگید؟ ملت به خاطر چون پیشرفت داره میکنه، پیشرفت داره میکنه. من از کارکنان نفت ضمن سپاس از صمیم دلم به عنوان یه روزنامه نگار که 43 ساله داره با این رژیم میجنگه، یک روزم برنگشته، درود به شما میفرستم. نفتی ها، گره کشور به دست شما باز خواهد شد. شما امروز اگر بپیوندید کامل به این جنبش، ما پیروزی. ارتشی های دلاور، ارتشی های وطن پرست ایرانی که بهتون ظلم کردن، هزاران تن از امرا و بزرگان، پاسبان ها و سربازانتون رو کشتن، خمینی جنایتکار و خامنه ای بدتر از اون، و اونجور در دفاع از وطن فداکاری کردی، اونجور رفتید در برابر ضرباتی که قرضی بر شانتون وارد کرده بود، تانک هاتون رو مصادره کرده بود، در برابر اون رفتید از وطن دفاع کردید، وجب به وجب رو پس گرفتید. بعد از جنگ هم سهمیه نخواستید، شمخانیوار چهار تا زن نگرفتید و چهار تا خونه و خونه لندن و جاهای دیگه، نه، محسن رضاییوار بچه تونو به کشتن ندادید خودتون بری حال کنید، نه، رحیم صفویوار آفتابدار آقای خامنه ای نشدید، ایستادید با دلاوری و تا امروز ایستادید. درود بهتون میفرستم و میدانم با حمایت شما ملت بزرگ ما به پیروزی خواهد رسید. فرزندانم، دانشجویان، محصلان، خواهرانم، برادرانم، برادر بزرگم، درود به همتون میفرستم. عاشقانه دوستتون دارم و عاشقانه انتظار روزی رو میکشم که شما پیروزمندانه وطن رو نجات دادید. اون وقت منم به عنوان یه عضو کوچک بیام و براتون شبای مقاله بنویسم، یه برنامه تو رادیو داشته باشم یا یه گوشه باشم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار عاشق.